مخلص همه دوستان عزیز، یه غذای خوشمزه و لذیذ داریم، اونم چی؟ روست بیف. تا سرد نشده بریم بزنیم بر بدن. به به به، بسم الله. عجب چیزی شده با این نون چاپاتا، عالیه. این نون چاپاتا هم یه نون سبوستار ها. اینم از سیب زمینی که بهتون قولشو داده بودیم، الانم پستشو گذاشتیم تو پیج دوممون، برید ببینید چجوری مرینت شد، رنگی شد، پخته شد الی آخر. خیلی هم خوشمزه و عالی. من از همه رنگاشم میخورم. به به، خب تا من یه مقدار این سالاد خوشگل میخورم، بری رسپی روست بیف رو ببینی تو برگرد. یاران مهربان سلام. برای درست کردن این ساندویچ روست بیف خوشمزمون، گوشت راسته گوساله داریم که میتونید گوشت مغزرون گوساله هم به جاش استفاده کنید. یه پیاز خلال شده، دو حبه سیر با پوست. دوستان سیر رو به این خاطر با پوست استفاده میکنیم که عطر سیر غالب نباشه روی غذا. ما فقط یه طعمی از سیر توی غذا میخوایم. ادویه هامون شامل پودر عصاره گوش، پودر گوجه فرنگی، یه مقدار جوز هندی، یکم دارچین، پاپریکا، پولبیبه و ادویه گوجه. مقدار و تعداد ادویه ها بستگی به خودتون داره و میتونید مطابق سلیقه و ذائقه خودتون کم یا زیادش کنید. قارچه اسلایس شده، یه لیوان آب زعفرون رقیق، پنیر پیتزای رنده شده یا پنیر ورقه‌ای. از اونجایی که ساندویچ روست بیفمون رو می‌خوایم بذاریم تو دستگاه ساندویچ ساز، من نون سبوس چاپاتا رو انتخاب کردم. شما میتونید نون باگت یا نون فرانسوی رو هم جایگزینش کنید. بریم که دست به کار بشیم. برای شروع می‌خوایم اون پیازایی رو که خلال کردیم در حد سبک شدن یه تفت بدیم. یه مقدار روغن می‌ریزیم و پیازامون رو اضافه می‌کنیم. خیلی لازم نیست این پیازا سرخ بشه، همین که بوی خامیش گرفته بشه و یه مقدار سبک بشه جوابگوی کار ماست. پیازامون که در این حد نرم شد، ادویه هامون رو اضافه میکنیم. دقت داشته باشید که گوشت گوساله بسیار طبعش سرده و این ادویه ها یه خورده اون سردیش رو خونسا میکنه. یه تفت کوچولو میدیم که یکم بوی خامیش گرفته بشه. دو حبه سیر با پوستمون هم میندازیم. یه لیوان آب زعفرون رقیق، یه لیوان آب جوش. گوشتمون رو بدون اینکه خرد کنیم همینجوری تیکه میندازیم داخل این موادی که درست کردیم که قشنگ بپزه. گوشت رو به این خاطر داخل زودپز میپزیم که تمام مواد مغذیش حفظ میشه، ضمن اینکه نیاز نیست حین پخت هی آب داخلش اضافه کنیم. با دمای ملایم اجازه میدیم که گوشتمون قشنگ مغز پخت بشه. قارچای اسلایس شدمون رو با یه مقدار کره و شعله بالا تفتش میدیم. قارچای خرد شده رو میریزیم داخل کره و برای اینکه خیلی آب نندازه حتما با شعله بالا تفتش میدیم. آب اضافه قارچ تبخیر شد و قارچ خودش رو جمع جور کرد، کارمون تو این مرحله تمومه. نیازی نیست که قارچ رو خیلی سرخش بکنیم. خب دوستان، گوشتمون قشنگ پخته و تمام آب گوش و ادویه جات تا مغزش نفوذ کرده. این گوشت رو ریش ریش میکنیم تا بریم باقی مراحل. گوشت راسته پخته شده رو قشنگ ریش کردیم و میریزیم داخل یه تابه و اون مقدار از آب گوشتمون که باقی موند رو کاملا صاف کردیم و میریزیم روی گوشتا. حالا در تابه رو میذاریم و یه خورده بهش زمان میدیم تا این سس باقی مونده قشنگ به خوردش بره. با پشت ملاقه این گوشتا رو فشار بدید که قشنگ ریش ریش بشه. زیادم لازم نیست که خشک بشه. تو این مرحله کار ما تمام و بریم سراغ ساندویچ کردنش.
چاپاتامون رو از وسط نصف و دو تیکش میکنیم. یه مقدار از این پنیرمون میریزیم کفش و یه مقدارم از اون قارچی که با کره تفتش دادیم میریزیم روی پنیر. ریختن پنیر و قارچ کاملا اختیاریه، یعنی میتونید اصلا نریزید. اینم از گوشت روستبیفمون که میریزیم روی ساندویچ. ضمناً تا زمانی که ساندویچمون رو آماده میکنیم دستگاهمونم میذاریم که داغ بشه و نیمه دوم نونمون رو میذاریم روش. یه خورده با دست فشردش میکنیم. کف سینی ساندویچ سازمون رو یه خورده با روغن چرب میکنیم. و ساندویچ روستبیفمون رو میذاریم داخل دستگاه ساندویچ ساز که هم پرس بشه هم برشته و همین که پنیرش آب بشه. وقتی پنیر لای ساندویچمون آب بشه و از بغلاش بزنه بیرون، ساندویچمون آماده است. بریم که دومیش هم بذاریم تو دستگاه. خب دوستان، رسیپی رو هم دیدید. خدمتتون یه نکته رو عرض کنم، دوستانی که دستگاه ساندویچ ساز ندارن میتونن تو تابه گریل یا تابه معمولی همین ساندویچ رو درست کنن. فقط باید یه چیز سنگینی روش وزنه قرار بدید که این کاملا پرس بشه، هیچ مشکلی نداره. به به، دلتون نخواد واقعا همه چیه این میز عالی عالی و جای تک تک تو دور همین میز رنگی خالی خالی. بارلاها، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن یک ایمان است و خیشتنداری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست و خندیدن یک نیایش است. فهمیدم جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار بده. آمین.